داستانش هست که شاهده این حیفه بهمن آورده بودن توی اردوین. برادر من 17 سالش بود موقع تو زندان بود که با یه سری از بچه ها آوردن بالای سر شاهده نوزاد بهمن که اونجا ادای احترام کردن، همه سرود خوندن و برادر من پای اشرف المثل بوسید و همونجا در جا لاجوردی دشبین شهیدش کرد. روز سه‌شنبه سوم مرداد من در گردان شهید سارطلو بودم و یکی از گروهاش بودم که دو گروه بودیم پشت اینو سوار شدیم و حرکت کردیم به صحنه رفتیم. دو تا ستون شدیم که یک ستون سمت راست جاده رفت، یک ستون سمت چپ جاده، که ما باید به یال سمت چپ تنگه چازبر شلیک می کردیم و یک گروه دیگه ستون دوم باید به یال سمت راست شلیک میکرد. توی یال که رفتیم همزمان که ما تهاجم کردیم به واسطه این تونستن تمام ماشین ها و تمام تانک و خودروها حرکت کنن و تهاجم کنن و برن به سمت جلو. یکی از بچه ها که مادرش رو دید جیغ کشید و خیلی خوشحال شد، به سمت مادرش دوید، بعد مادرش اومد بغلش کرد و تمام عواطف مادرش رو نثارش کرد و خیلی اونو ناز و نوازش کرد. بعد اون دید مادرش صورتش خاکیه، دست به کوچیکش رو به صورت مادرش کشید و با دست کوچیکش میخواست صورت مادرش رو پاک کنه. بعد رفتن به سمت شیر آب و با دست کوچیکش صورت مادرش رو میشست. صحنه دیگه ای که دیدم که اونم خیلی تکون دهنده بود، صحنه یه بچه دیگه بود که به مادرش میگفت مادر تو چقدر مانو میری؟ تا کی میخوای مانو بری؟ الان هم داری مانو میری. بعد مادرش با مهربونی بهش گفتش که این آخرین مانوره، که اون بچه خیلی خوشحال شد و جیغ کشید انگار بال در آورده بود و دور کودکستان میچرخید و میگفت این آخرین مانوره. خواهرم فاطمه اون روز بی خبر از پیش ما رفت، مثل یک کبوتر سرخ پر کشید و تا خدا رفت. چه صمیمی بود عاشق، چه سبک بود و رها رفت، زیر آوار گلوله پر غرور و بی صدا رفت. یه مجاهد، یه دلاور، بی نشون و پاک و ساده، تا خدا اسمش آورد رفت با روی گشاده. شهیدی که فخر انسان شد، جسور و پاک و رها
سفیر صبر و ظفر دلیر خواهر ایران چنین فدا شد عزیزش راه سپید گشود ز داغ رفتن او کنون مشو دلگیر غمت مباد و یقین کن که او شود تکثیر